بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علی حبیبی هستم و این قسمت 71 مدرسه حفظه، جایی که شما هم میتونید به آسانی حافظ جزء 30 قرآن کریم بشید. اگه تازه با ما همراه شدین و دوست دارید قسمت‌های قبلی رو ببینید، یا اگه نظر و پیشنهادی راجع به بنده یا برنامه مدرسه حفظ دارید، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب قبل از اینکه حفظ امروز رو شروع کنیم، یه نگاه کوتاهی به درس قبلی میندازیم و برمیگردیم. والجبال اوتادا، و آیا کوها را محکم در درون زمین قرار ندادیم؟ و خلقناکم ازواجا، و ما شما انسانها را به صورت جفت و زوج آفریدیم. و جعلنا نومکم سباتا، ما خواب را مایه آرامش و آسایش شما قرار دادیم. و جعلنا اللیل لباسا، و ما شب را پوششی بر زمین قرار دادیم. و جعلنا النهار معاشا، و ما روز را برای گذران زندگی قرار دادیم. هر آدمی تو زندگیش به یه چیزی وابسته هست. بعضیا زندگیشون یعنی پول. میخوام بیدارشن و بخوابن با فکر و ذکر پول این کار رو انجام میدن. برای بعضی هم زندگی یعنی عشق و حال و تفریح. بعضی هم عشق شهرت و مقام و قدرتن. اما بعضی که البته خیلی کمترن، زندگی بدون تفکر و اندیشه براشون بیمعنیه. چون میدونن که پول و تفریح و شهرت و مقام خوشی های زودگذر دنیان و کسی نباید دلبسته و وابستشون بشه و باید دنبال چراغ راه باشن برای عبور از دل تاریکی دنیا. برای همینه که بیشتر از هر چیزی با قرآن انس دارن و با فکر کردن راجع به آیاتش زندگی واقعی رو تجربه میکنن. امام صادق علیه السلام توی حدیث زیبایی میفرماین در قرآن نور هدایته و چراغ شبهای تار. پس شخص تیزبین باید در آیات اون دقت کنه و ذهنش رو برای دریافت آموزه‌های قرآن آماده کنه. چون تفکر در قرآن مایه حیات و زندگی دلهایی هستش که بیناست، که با اون راه زندگی رو پیدا می کنن. همونطور که انسان در تاریکی ها با کمک نور راه میره. خوبه یه حساب و کتاب بکنیم ببینیم ماها چقدر برای فکر کردن تو آیات قرآن وقت میذاریم. خب بریم سراغ درس جدید. درس امروزمون حفظ آیات 12 تا 16 سوره نبأ. مثل هر روز اول یه بار آیات جدید رو با صدای زیبای استاد پرهیزکار میشنویم. بسم الله الرحمن الرحيم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. حتما یادتون هست که گفتیم خدا تو سوره نبأ به این حقیقت اشاره میکنه که بعد از این دنیا آخرتی در پیشه و دنیا و آخرت مکمل همدیگن و دنیا بدون آخرت معنایی نداره. حالا تو درس امروزمون بازم نمونهای دیگه ای از آفریده های خدا که مکمل همدیگه هستن رو میخونیم و حفظ میکنیم که راجع به هماهنگی پدیده های آسمانی برای تأمین خورد و خوراک ماست. خدا تو آیه 12 میگه و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و ما هفت آسمان را بالای سرتان به بهترین شکل ساختیم. منظور از هفت آسمان فضای بالای زمینه که از هوای اطراف ما شروع میشه و تا محل قرار گرفتن ستاره ها ادامه داره و تمامی طبقاتش رو بدون هیچ کم و کاستی شامل میشه. آیه رو گوش کنیم.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا زمزمه کنیم وبنينا فوقكم سبعا شدادا همخوانی میکنیم وبنينا فوقكم سبعا شدادا با نگاه به قرآن دوباره تکرار میکنیم اما بدون استاد پرهیز کنیم وبنينا فوقكم سبعا شدادا حالا سه بار از حفظ بخونیم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا خدا تو آیه 13 هم به یه پدیده آسمانی دیگه اشاره میکنه که نقش مکمل رو داره و جعلنا سراجا و حاجا و خورشید را چراغی پرنور و گرم قرار دادیم خدا تو این آیه برای خورشید دو تا ویژگی بیان میکنه یکی نورانی بودن که باعث روشنایی روز میشه و یکی هم گرما هستش که باعث رشد گیاها و تبخیر آبها میشه که پیش نیاز بارش بارونه آیه رو گوش کنی وجعلنا سراجا وهاجا زمزمه کنیم وجعلنا سراجا وهاجا همخوانی میکنیم وجعلنا سراجا وهاجا با نگاه به قرآن دوباره تکرار میکنیم اما بدون استاد پرهیز کنیم وجعلنا سراجا وهاجا حالا سه بار از حفظ بخونیم وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا تو این قسمت باید این دعایا رو به هم وصل کنیم یه بار اول با دقت تمام از رو بخونید وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا آفرین به شما حالا از حفظ تکرار کنید وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا حالا تو این آیه به نعمت بارون اشاره میشه وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا و از ابرهای متراکم و بارانزا آب فراوانی فرستادیم اینم یکی دیگه از پدیده های مکمله چون تا آبی توسط گرمای خورشید بخار نشه ابری به وجود نمیاد تا بارونی شکل بگیره آیه سوم درس امروز رو میشنویم و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا زمزمه کنیم و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا همخوانی میکنیم و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا با نگاه به قرآن دوباره تکرار میکنیم اما بدون استاد پرهیز کن وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا حالا سه بار از حفظ بخونیم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا خیلی خوب بود برای اینکه اتصال بین آیات رو یاد بگیریم یه بار این سه آیه رو که حفظ کردیم از روی قرآن با دقت هرچه تمامتر میخونیم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا آفرین به شما حالا از حفظ تکرار کنید وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. خدا تو آیه 15 هم به نتیجه هماهنگی این پدیده‌های آسمونی که تأمین خوراک ما آدم‌هاست اشاره می‌کنه. لنخرج به حبا و نباتا، تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم. طبقات مختلف آسمون، نور خورشید و ابرهای بارونزا در کنار هم باعث بارش بارون میشن و نتیجهشون میشه رویش نعمت‌های زمینی که خدا به دو موردش تو این آیه اشاره میکنه، یکی دانه ها و حبوبات مختلف و دومی گیاهان خوراکی و دارویی. آیه 15 هم رو گوش میکنیم. لنخرج به حبا و نباتا، زمزمه کنیم. لنخرج به حبا و نباتا، همخوانی میکنیم. لنخرج به حبا و نباتا، با نگاه به قرآن دوباره تکرار میکنیم اما بدون استاد پرهیزگار. لنخرج به حبا و نباتا، حالا سه بار از حفظ بخونیم. لنخرج به حبا و نباتا، لنخرج به حبا و نباتا، لنخرج به حبا و نباتا. وقت اتصال آیات به هم رسیده، یه بار از روی قرآن بخونید. و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و هاجا و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا. آفرین به شما. حالا از حفظ تکرار کنید. و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و هاجا و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا. و اما آخرین آیه درس امروزمون که به سومین مورد از نعمت‌ها اشاره می‌کنه رو بخونیم. و جنات الفافا، و باغ‌هایی از درختان به هم پیچیده و انبوه، که همون درختان میوه است و طعم‌ها و رنگ‌ها و شکل‌های مختلفی داره و در تمام فصول سال ازشون استفاده می‌کنیم. آخرین آیه درس امروز رو با هم می‌شنویم. وجنات الفافا، زمزمه کنیم. وجنات الفافا، همخوانی میکنیم. وجنات الفافا، با نگاه به قرآن دوباره تکرار میکنیم اما بدون استاد پرهیزگار. وجنات الفافا، حالا سه بار از حفظ بخونیم. وجنات الفافا، وجنات الفافا، وجنات الفافا. حالا باید آیاتی که حفظ کردیم رو به هم متصل کنیم. یه بار با دقت تمام از روی قرآن میخونیم. و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و هاجا و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. احسن به شما. دیگه به قرآن نگاه نکنید و با دقت این آیات رو از حفظ تکرار کنید. و بنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بسیار عالی. قرار بود روش‌های مباحثه محفوظات رو براتون بگم. امروز میخوایم سومین روش رو خدمتون بیان کنیم. مباحثه دو صفحه دو صفحه.
این که هر نفر دو صفحه از محفوظاتش رو میخونه و نفر بعدی هم دو صفحه بعدی رو میخونه. بعد از این که محدوده تموم شد از اول شروع میکنن و این بار هر کسی که دو صفحه رو نخونده ارائه میده. تو این روش علاوه بر تسلط تو پی در پی خوندن آیات، تسلط تو انتقال از یه صفحه به صفحه دیگه هم تمرین میشه و محفوظاتتون بهتر و کاملتر توی ذهنتون تثبیت میشه. ضمناً خوبه که تو این روش بعضی وقتا دو صفحه روبروی هم رو بخونید و بعضی وقتا دو صفحه پشت رو، یعنی یک ورق رو بخونید که اتصال تمامی صفحات به همدیگر رو مسلط بشید. خب دوره ده درس گذشتتون از سوره شرح تا آخر سوره بینه و 11 آیه اول سوره نبه هست. برنامه مرورتون هم از سوره زلزال تا آخر سوره مبارکه قریشه. شب و روزتون قرآنی باشه یا علی.